آقای شکری، آقای شکری، آقای شکری. بله بله بله، ببخشید. بله بله، اینجا اینجا الان میرم. چشم، ببخشید. بفرمایید. سلام آقای شکری. خانم دکتر، حال شما چطوره؟ خوبی شما؟ آخه مرسی، حالتون خوبه؟ مرسی قربانشون، بفرمایید. حالتون چطوره؟ خوب، بد نیستم خانم دکتر، بد نیستم. این یه ماه که من شما رو ندیدم، چیکار کردیم؟ ورزش، قرار بود پدومتر بخریم، قرار بود که مواظب غذاتون باشین، یکم برام تعریف کنیم چیکار کردیم. اول از همه که به شما بگم خانم دکتر، نمیدونم چرا خوبم میبره همه جا. همین الان بیرون بودم، خوبم برده بود. این منشی شما که خیلی اخلاقشون خوبه، ماشاءالله. چند بار داد زدن تو من خواب بیدار بشتم، داشتم سکته میکردم خانم. باور کنید خوبم میبره هرجا میشینم. یعنی که الان چند مدت اینجوری هستین؟ در دفعه آخر که شما رو دیدم میشینم خوبم میبره. بعد جلوی تلویزیون، اتاق انتظار، همه جا، تو اتوبوس، مترو، هواپیما، اتاق انتظار، همه جا خوبم میبره. آیا شده شبا خیلی خورپف کنین؟ بله خورپفم میکنم. یعنی کسی تا بال به شما گفته که خورپفتون زیاده؟ بله، همسایه چپ و راستم. هم همسایه چپ هم همسایه راست. بس یعنی خیلی دیگه خورپف میکنیم. فکر کنم دیوارم زیاد خوب نباشید، هیچی نیست وسطش، ولی خورپفم میکنم. خورپف میکنی. آیا شده شبا کابوس ببینید که یکی داره شما رو خفه میکنه؟ بله، دیشب؟ بله. خواب دیدین که یکی داره شما رو خفه میکنه؟ خواب دیدم دارم خفه، اصلا داشتم خفه میشدم، ولی فکر کنم یکی اومد منو نجات. کی شما را نجات داد؟ همسایه طرف راست. کی هست همسایه طرف راست شما؟ همین دختر خانم که من دفعه پیش با شما صحبت کردم. آها، اونی که میخواد خواستگاریش بری؟ بله، همسایه تون. رفتم تو ساختمونشون. تبریک میگم، پس من همسایه هستیم. بله. خب، پس بیشتر همدیگر رو میبینیم. سعی میکنیم. آره، برنامه میذاریم با هم دیگه. بله، اتفاقا یه برنامه گذاشته بودیم، رفته بودیم بیرون. جدا؟ بله. کجا رفتیم؟ جای شما خیلی خالی بود. واقعا؟ بله، اول پورت رفتیم. Thank you.
خانم دکتر آخرشو نبینین، آخرشو نبینین خانم دکتر. آخرشو متاسفانه دیدم خانم دکتر. شما اون دو تا بستنی داشتین دلوپی می‌خوردین خانم دکتر. یک دو آخه تازه الانم مد شده دیپینگ مردم دیگه فقط بستنی نمیخورن، هزار تا دیپینگ و نمیدونم چی روش میذارن. شما که ماشاءالله یه دونه شکلات بود، یکی چی بود؟ استرابری؟ خانم دکتر استرابری بود بله، ولی به من گفتن گلوتن فریه. چه ربطی داره گلوتن فری؟ نداره شکر. اختیار داریم، این اشتباهی هست که خیلی ها میکنن. گلوتن فری این نیست که شکر نداره. گلوتن یه مواد غذاییه که بعضی متاسفانه مریضی دارن به اسم گلوتن دیزیز. ولی نون بدون گلوتن، بستنی بدون گلوتن اصلا این نیست که نشاسته نداره، قند داره تا دلتون بخواد. این گلوتن فری برای کسی هست که بیچاره مریضی دارن و الان خیلی ها فکر میکنن که گلوتن نباشه یعنی که نشاسته نیست. این اشتباه بزرگیه. خب خانم دکتر آخه زیزی دوست داشت من بخرم براش. زیزی کیه؟ همین دختر خانم من، اسمش زیباست، من زیزی صداش میکنم. اسمش حالا زیبا بگین، زیزی دیگه چرا میگین؟ آخه دوست داره من یه چیز دیگه صداش کنم، حالا زوزو صداش میکنم دیگه. حالا این زوزو جان من یه چیزم بگم، بستنی جای خود، ولی وقتی خواستیم خواست از شما براش یه دونه گردن بعد بگیرین، شما چرا پولتو کیف پولتو خالی بود؟ کیف پول دومم بود خانم دکتر، یه کیف دیگه دارم نشونه. شما نمیدونی که چی نشده خسیس بازی در میاری؟ خانم دکتر بستنی چجوری باید میخریدم؟ خب اون اگه میخواین نامزدتون اگه دوست دارین که بهشون علاقه نشون بدین، بیچاره یه گردنبند خواست باید برش میخریدین دیگه. خانم دکتر یکی نخواست که سه تا خواست. نه بابا یه دونه خواسته بود. خانم دکتر ببینی گفتن که دیگه گربه رو باید دمه چیز چیز کنن. دمه چیز چیز کنن؟ چون شما اینجوری بینید خواستگاری ماما باباش اینو به شما نمیدن آزوزور جان رو. من رو به خاطر کیف پولم که نباید بخواد خانم دکتر. بالاخره یه چیز مهمیه، شما ماشاءالله وضعیتون خیلی خوبه. چشم دفعه دیگه میخرم. چشم. خب من. حالا بگذاریم این بله. تست قند من چی شد؟ چون من کامپیوتر رو نگاه کردم بله. من هیچی دریافت نکردم. من خودم دریافت کردم. شما از کجا دریافت کردین؟ از اینترنت. یعنی کجا رفتین تست دادین؟ من $30 پول دادم، یه جا سوال جواب دادم، به من تست دادن، گفتن شکرت خوبه. آقا شکری تست منو انجام ندادین، رفتین $30 رو تست مجانی اینو. که اینجا میتونین مجان. این چی؟ نرماله خانم دکتر، گرم پر لیتر 80 تا 100 نرمال. این اصلا ربطی به قند شما نداره. پس به قند کی ربط داره خانم؟ این میگه این جنرال خوکه یعنی اصولا قند بله. نرمال ما بین بله. 80 تا 100. حالا این سال امریکایی بود دیگه درسته؟ بله. بخواد ما اولا تو کانادا زندگی میکنیم، ما تو امریکا زندگی نمیکنیم. یک اوکی؟ بله. دو در ایران و امریکا درسته که 80 تا 100 ولی در کانادا رقم ها فرق میکنن و من همیشه باید به مریضای ایرانیم اینو توضیح بدم. 110 یعنی 6. شما 120 خورده ای هستین. وقتی میگم مرزی یعنی 6 خورده ای هستین. 7 به بعد بله. یعنی قند. بله. خب این داره به شما فقط میگه که 80 تا 100 نرماله. خب همین نرمال. یعنی داره میگه که تا 5 50 خورده ای که به رقم کانادایی ما میگیم، چون میگم 110 یعنی 6. کسایی که دستگاه از ایران دارن 100 خورده نشون میده، باید این حساب اینجوری بکنن که 110 میشه 6. شما اصلا بهتون گفتم برید دستگاه قند بگیریم. نگرفت. چند تا سوال جواب دادم اینو به من پوشید. بعد قرار بود بریم پدومتر بخریم از مغازه ورزشی. پدومترتون کو ببینم. گرون بود. $20 گفتم. حراج میشه هفته دیگه، گفتم هفته دیگه برم بخرم. واقعا به خاطر همین نخریدی؟ خانم دکتر زوزو خودش پدومتره. پدومتره؟ پدومتر خودش. پدومتر گفتیم، پدومتر دیگه چی برخوشو؟ نه دیگه، شما قرار بود روزی چند هزار تا پا بریم؟ آن را رفتن بله. و من را رفتم، دیدین که من اولد پورت کلی پدومتر کردم خانم دکتر. ولی باید روزی 10,000 ستپ چشم. پا 10,000 پا مینیموم چشم. باید در روز بریم چشم. بعد این من درد مفاصلم خیلی دارم. کجا تو؟ همه جام درد میکنه، اصلا همه جام پوکیده خانم دکتر. استخونام از درد پوکیده. از درد پوکیده؟ بله. یعنی منظورتون پوکی استخوان؟ بله بله. نه ببینید پوکی استخوان ربطی به آرتروز نداره. آرتروز پیری استخوانه بله. ولی پوکی استخوان اینه که استخوان شما دیگه کلسیم نداره. هیچ ربطی به هم نداره. کسی که پوکی استخوان داره درد نداره. اینه که خدای نکرده اگه بیفته استخوناش میشکنن. و ما در کانادا برف داریم، خیابونا لیز میشه تو زمستون. شما اگه شما کلسیم و ویتامین د میخورین؟
بله، من ویتامین میخورم. چه نوع ویتامین؟ به خودم آوردم. ببینم. بله، این ویتامینای من روزی چند تا میخورم از اینا. چند تا از این چی هستن؟ ویتامینای امینه. من دیگه اینو نمیذارم شما بخورید. من اینو با اجازه خانم. نه. ببین این زهر برای شما. کسی که قند داره، شکلات براش زهره. من راجع به کالسیوم و ویتامین د دارم صحبت میکنم. خب من براتون امروز نسخه میدم. ویتامین د و کالسیوم از امروز شروع میکنی. لبنیات میخورین؟ لبنیات هم میخورم. چی میخورین؟ شیر بدون شربت. چقدر در روز چقدر؟ تو قهوه چای دارین میگین یا تنها؟ نه ببین، من قهوه که میریزم برای خودم این شیر بدون چربی رو میریزم، بعد توی اینجا شکر دارم، اینو در میارم، جاسازی کردم خانم دکتر. شکرها رو از اینجا میریزم. شما جاسوسین این تو شکر میذارین؟ چیه؟ خب احتیاجه، بعضی موقع شکر خانم دکتر. خب تو جیبتون بذارین، این چی تو عصا میذارین؟ خب احتیاج من زیاد دارم به شکر. قرار بود کم کنیم که چشم اوکی. اولا شیری که ما تو چای یا قهوه بله. میذاریم متاسفانه جذب نمیشه. شما باید یه لیوان پر شیر بله. ماست اینجور چیزا رو دو ساعت قبل از مصرف چای یا دو ساعت بعد از مصرف چای یا قهوه. قهوه و چای وقتی با شیر یا لبنیات خورده میشه متاسفانه نمیذاره که اون کالسیومش جذب بشه. بعد وزنم میره بالا. نه هیچ ربطی داره. همه رب به نشسته داره، بهتون گفتم. بله. و این امنما شما رو چاق میکنه. چون من احساس میکنم این خورده وزنم بالا رفته بالا؟ نه به احتمال زیاد به خاطر احساس زیادی که به زوزو جان دارم قلبم سنگین تر شده. من فکر کنم به خاطر اینه که شما بستنیا، این شکلاتا، حتما با هم رستوران هم خیلی میبین. بله. رستوران چی میخوریم؟ من غم و غصه. گرون رستوران خانم دکتر. شکری شما اگه میخواییم اینجوری ببخشیم گدابازی در بیاریم بهتره که عروسی نکنیم. خانم دکتر هانیمون پس چجوری برم؟ من نمیدونم هانیمون میخواییم کجا بریم. میخوام برم ما کره ما؟ نه خیر، هتل ما. هتل ما؟ بله. کجا هست هتل ما؟ تو ریزورت ما. اینو کجا پیدا کردی؟ از رو اینترنت دیدم. من نمیدونم این ریزورت شما کجاست، ولی در سن شما بله. شما نباید جای دور بریم. پس من هانیمون ببرمش لول. لول؟ آره. واقعا فکر میکنین نامزد شما لول قبول بکنه؟ فوقش چشماشو میبندم میبرم اونجا میگم سورپرایز. خب اگه فکر میکنین لول برای شما راه دوری ببرین رول. من اینقدرم نزدیک نگفتم، ولی حالا اگه دوست دارید پس میریم لول. خب بریم لول، ولی من نگفتم و بعد نگیم من گفتم. شما ترانت بلانت هم میتونم ببرمش. کجا بریم؟ ترانت بلانت. اون کجا؟ شمال تر لول. شمال تر. باش دیگه امروز کاری با من نداشتین شما؟ چرا؟ بفرمایید. پوکی و استخون که گفتم. خب اصلا کلن همه چیز هم کار داره میفته خانم دکتر. همه چیز؟ همه چیز. خب منظورتون دقیقا چیه؟ مثلا کجا به جز استخونه کجا دیگه؟ از کار داره میفته کلن. آه خجالت میکشم. نه چرا خجالت میکشیم؟ چند مدته که مسئله داریم؟ تازگی ها پیش اومده. تازگی ها پیش اومده. بله خستم، فراموشی دارم. فراموشی داری؟ مودم بالا پایین میشه. تازه اتفاقا گفتیم خورپوفم میکنیم میخوابیم. اینا همه میتونه علائم آندروپوز باشه. رستوران آندروپوز؟ نه آندروپوز یه مریضیه. ببینید خانوما یائسته که میشن خوب. بهش میگن منوپوز. بله. آقایون همه یائسته نمیشن، ولی اونایی که میشن بهش میگن آندروپوز، یعنی کمبود تستوسترون. تستوستره؟ شما نمیدونین تستوسترون چیه؟ چرا همین که منو مرد میکنه دیگه. آره ولی بهش میگن تستوسترون. تستوس ترون. ترون. آها ترون. ما باید در خون شما اینو چک بکنیم. بله. که ببینیم کم یا مسئله هست. به خاطر اینکه کسایی که مثل شما قند دارن یا قند مرزی یا کسایی که چاق هستن یا کسایی که مثل شما اتفاقا سلیپینگ اپنیا هم یه ریسک مهمه برای آندروپوز. پس ما تست میدیم. تست میدیم. زوزو جان میگن که پیشونی میخورده چینو چروک گرفته. خب اینو من این بوتوموتوکس میزنن چیه جریان؟ خب من بوتوکس میزنم. اول خواستی شما تاریخ عروسیتونو بگین. خب. من دو سه هفته قبل خب. براتون پیشونی رو بوتوکس میزنم که این خطا از بین بره، چون بوتوکس کاری که میکنه عضلاتو نمیذاره که دیگه حرکت بکنه. بعد این بوتوکس با قرص آبی اوکیه؟ هیچ ربطی نداره، نگران شما قرص آبی چشم. نباشیم. چشم. باشه. بعد من لبانم میتونم بوتوکس بزنم؟ لبتون احتیاج نداره آقای شکری. زوزو میگه خیلی قشنگ‌تر.
میشه. آخه شما سیبیلاتون اصلا نمیذاره ما لباتون رو ببینیم. نمیخواد. اون اصلا بوتاکس نیست. اون فیلره. فیلر اسید یالورونیکه که ما برای لب میزنیم. ولی من واقعا برای سن شما فکر نکنم دیگه لباتون رو بزرگ کنی. جالبه. همون پیشونی رو یه بوتاکس میزنی. یه 10-15 سال سعی میکنیم شما رو البته به مدل طبیعی. چون بعضی دیدین یه بوتاکس میزنن ابرو رو میدن بالا اینجوری اینجوری مثلا دوست ندارم. یه مدل طبیعی براتون یه چیز قشنگ درست میکنیم. لبو بذارین کنار. خیلی متشکرم خانم دکتر. خواهش میکنم. لطف دارید همیشه شما. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. پس من شما رو یه ماه دیگه میبینم که تستم باید حتما برای من انجام بده. آه قربان شما. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. تا ماه دیگه 2-3 کیلو باید لاغر بشی. لاغر. تست خونم میدین. الان به سکرترم میگم که شما رو وزنه بذاره. سکرتر رو لطفا نگید. من میترسم ازش. چرا عزیز من؟ یه لوی خورخوره هست. باش پس به نرسه میگم. نرسمون خیلی نایسه. یه نرسه دیگه؟ بله بله این سکرتر منه. الان نرسه رو صدا میکنم. ولی واقعا مهربون. حالا شما اگه دوست نداری باشه. داشت من رو سکته میداد واقعا. شما رو بیدار کرد. خب نه بس من به نرسه میگم. باش. باشه خیلی متشکرم. به من قول دادن خواستگاری هم میریم بعد از تست و بعد از 2-3 کیلو که کم کردیم. حتما قولتون رو. قول شرف. قول شرف. دست شما. اوکی قربان شما. زحمت. خواهش خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدافز. 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 خانم دکتر. در زمین امنه من میخواییم بدیم من بنازم تو جاش خالی. امنه؟ آره. من خودم میدازم سر جاش خالی. ریسایکلش میتونم بکنم. نه من خب اینجا همه بعد آره. چیز ریسایکل داریم. شما دیگه قراره یه چی امنه نخوریم. چشم. در باید ویتامین د و کلسیم بخوریم. اینا ویتامین نیست. اینا شکلاته. دیگه هم نمیتونیم بخوریم. پس از قول من بدیم به سکرترتون. بدیم میدم به سکرتر. مرشش. خدا. خدا.